با ایستادگی دلیرانه مادر شهید ستار بهشتی و سایر اعضای خانواده او و افشاگری های آنها، رژیم دژخیمان در توجیه و لاپوشانی علت قتل ستار شهید در زیر شکنجه به مخمصه افتاده و به موضع‌گیری های ضد و نقیض خود ادامه می دهد. ابتدا اعلام شده بود که روز یک شنبه سوم دی گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره این پرونده در صحن علنی مجلس ارتجاع قرائت می شود. اما این امر صورت نگرفت و نقوی سخنگوی این کمیسیون در توضیح دلیل قرائت نشدن گزارش گفت از آنجا که این گزارش در کمیسیون امنیت ملی به تصویب نرسیده بود، کمیسیون از هیئت رئیسه درخواست کرد تا این موضوع را از دستور خارج کند تا پس از قرائت گزارش در کمیسیون مجدداً این گزارش در صحن علنی قرائت گردد. روزنامه حکومتی دیگر ابتکار هم نوشت که گزارش روز چهارشنبه قرائت می شود. از سوی دیگر جعفری دولت آبادی، دادستان رژیم در تهران، با اشاره به گزارش کمیسیون پزشکی 11 نفره اعتراف کرد از آنجا که ستار بهشتی بیماری قبلی نداشته، محتمل ترین دلیل مرگ زندانی ناشی از ضربه یا ضربات با فشار روانی باشد. از سوی دیگر وکیل خانواده ستار بهشتی از متهم شدن یک پلیس فتا به قتل خبر داد. شایان ذکر است که خود شهید ستار بهشتی طی شکایتنامه‌ای که با هوشیاری بسیار و در همان چند ساعتی که او را به بند 350 انتقال داده بودند، پته دژخیمان را روی آب انداخته و با آن که دژخیمان انگشتانش را شکسته بودند، با همان انگشتانش نوشت این جانب در مدت 2 روز بازجویی مورد انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم، از فحش‌های ناموسی که به مادر بنده می گفتند و انواع ضرب و شتم با مشت و لگد و بستن به میز و لگد زدن به سر بنده. و اکنون در تاریخ 11 آبان 91 بنده را پلیس فتا باز احضار کرده و با خود می‌برد و بنده عواقب هر اتفاقی را که برایم پیش آید مقصر پلیس فتا می‌دانم و همینطور اگر اعترافی از بنده گرفته شود تحت شکنجه بوده است.